سلام وقتتون بخیر امیدوارم حالتون خوب باشه امروز میخوایم یک بار دیگه از فوتوشاپ استفاده کنیم تا یک قطعه ویدیویی درست کنیم توی ویدیوی قبلی شما دیدید که تونستیم به تکنیک استاپ موشن به کار ببریم و همچین چیزی خلق کنیم امروز میخوایم سینما گراف درست کنیم سینما گراف به ویدیوهایی میگن که قسمتی ازش ثابته و باقی تصویر حرکت میکنه شما به این ویدیو اگر دقت کنید ویدیویی هست از یک رودخانه یک آبشاری و ما می‌خوایم یک یکم بازی بکنیم به بهانه کار کردن روی این ویدیو نکاتی رو آموزش بدیم این فایل MP4 رو برای اینکه تو فوتوشاپ باز کنم بعد درگ اند کنم تو فوتوشاپ ادوب بریج رو کوچیک‌تر می‌کنم فایل ویدیومو می‌گیرم و توی فتوشاپ میندازم بسیار خوب فایل هم اینجا باز شده میتونم پلیش کنم و برای اینکه این صدای آزار رو پی نشنوم اولین کاری که می‌کنم اینه که تو این تایم لاینم در این فلش کوچیک کلیک می‌کنم تو تب مربوط به اودیوش میوت اودیو رو میزنم ولی دیگه خیالم راحته هر وقت پیداش میکنم اون صدا رو نمیشنوم اگر به پنل لیرز نگاه کنید یک گروهی باز کرده به نام ویدیو گروپ و این قطعه MP4 داخل این قرار داده شده این نشانکی هم که اینجا میبینید داره نشون میده که الان من چه زمانی از ویدیو رو دارم میبینم که من این اول رهاش میکنم به تمام ویدیو نیاز ندارم برای همین میتونم زمانش رو کنم مثلا بیارمش در حدود ده ثانیه نگهش دارم این ده ثانیه برام کفایت میکنه کاری که الان دوست دارم انجام بدم اینه که از همین ثانیه اولش یعنی تصویر اول ویدیو یک عکس ثابت در بیارم بندازم روی این فایل متحرک برای همین دو تب سلکت آل رو میزنم که کل صفحه انتخاب بشه میتونستم کنترل A رو هم بزنم کپی میکنم یا کنترل سی رو میزنم اگر همین الان پیستش کنم با زدن کنترل وی به انتهای ویدیو اینو اضافه میکنه مطمئن من میخوام بیاد روی این قرار بگیره کنترل زد میزنم تا بگم از چه طریقی میشه این کار کرد شما لازمه بیایید اینجا تو پنل لیرز این گروه ویدیو رو ببندید و از حالت انتخاب خارجش کنید الان وقتی من پیست میکنم میاد لیرم رو بالای ویدیو و زمانشم. تا همون ده ثانیه ادامه دار میکنم الان توقع دارم وقتی پلی میکنم چیزی نبینم چون لایه بالایی یک لایه ی ثابت از اولین فریم ویدیو هم تهیه شده همطور که بینی تغییری نداره قاعدتا اگر من بیام اینجا یه ماسک درست کنم و با براشم یه تیکه رو مثلا اینجا رو مشکی کنم توقع دارم وقتی پلی کنم کل صفحه ثابت باشه این تیکه ای که ماسک کردم در واقع اکس هم, اکس هم دیده نمیشه وقتی هم دیده نشه چیزی که زیرشه دیده میشه یعنی ویدیو پلی میکنم تا شما ببینید چه اتفاقی میفته میبینید فقط این ناحیه داره تکون میخوره و فیلم داره از زیر این ناحیه پخش میشه بسیار خوب من لگر ماسکمو پاک میکنم تا اون افکت مد نظرم اعمال بشه خب دیگه به سلکشن هم نیاز ندارم کنترل دی رو میذارم تا انتخاب در بیاد و افکتی که میخوام اعمال کنم و میخوام پیاده کنم اول یه ماسک به این شکلی ایجاد میکنم برای اینکه ببینید چه اتفاقی افتاد از کیبورد دکمه اسلش رو میزنم این دکمه باعث میشه که اون قسمتی که ماسک شده رو شما اینجوری به صورت قرمز رنگ ببینید این نوار عمودی قسمتی هستش که قرار ویدیوی من حرکت بکنه چون عکسم تو این قسمت ماسک شده میخوام اول ویدیو این نوارم سمت چپ باشه و به مرور این قسمت هایی که قرار حرکت کنه به سمت راست حرکت کنه برای همین من اولا این زنجیرشو رو می دارم که بتونم خودش رو حرکت بدم بدون اینکه با عکسش کاری داشته باشم و با نگه داشتن دکمه شیفت که ارتفاعش دقیق کنه به سمت چپ میارمش خب من نیاز دارم به فوتوشاپ بگم الان تو این زمان یعنی در این قسمتی که اول ویدیوم هست میخوام ماسکم اینجا باشه برای همین این نوار کشویی رو باز میکنم گزینه چهارم رو لیر ماسک پوزیشن رو کلیک میکنم یه نقطه اینجا میذاره این یعنی اینجا ایستگاه این ماسک در این مکان و در این زمانه حالا میام جلوتر در انتهای ویدیوم میخوام این ماسکم این ور باشه دقیقا انتهای انتها و میبینید دیگه فوتوشاپ یه نقطه هم اینجا گذاشت فلزا نقطه ابتدایی و انتهایی مشخص شده فتوشاپ خودش برای اینکه این برسه به اون ور نوار رو از این نقطه تا اون نقطه حرکت میده اتفاق دیگه که دوست دارم یفته اینه که به مرور که این نوار از سمت چپ به راست میاد پشت سرش هم دیگه قرمز باشه پشت سرش هم ماسک شده باشه و کل ناحیه سمت چپ تر از ماسک هم دیگه در حال حرکت بمونه و به مرور این ناحیه بیشتر بشه تا انتها که دیگه کل تصویرم در حال حرکته برای همین ابزار براش رو برمیدارم راحت اینجا رو رنگ میکنم در واقع ماسک میکنم و فتوشاپ دیگه خودش برای کار انجام میده یعنی میفهمی که من همچین افکتی میخواستم ابتدا اینجا بود به مرور حرکت کرد رفت به این سمت من اسلش رو میزنم که دیگه نوار قرمز نبینیم و دکمه پلی رو میزنم شما ببینید چه اتفاقی افتاد از سمت چپ شروع میکنه فیلمم به نمایش در اومدن حرکت میکنه عکسم تا به انتها میرسه که وقتی به انتها میرسه دیگه کل تصویرم متحرک شد بسیار خوب الان دیگه وقت اینه که خروجی بگیرم میام تو فایل اکسپورت رندر ویدیو رو می‌زنم یه اسمی انتخاب میکنم مثلا واترفال دو فولدرش همونی که قبلا بود اینجا میتونین تنظیمات مربوط به کیفیت و رزولوشن و اینا رو تغییر بدید. فعلا من باشگاهی ندارم رندر رو میزنم بسیار خب این رندر گرفته شد یعنی فایل ویدیوی من ذخیره شده اما اینجا شما میتونید فایل پیستی رو هم ذخیره کنین برای تغییرات بعدی و تنظیماتی که اینجا میخوایم حفظش کنیم اگر لازم شد بعدا بهش رجوع کنیم من میرم ادوبی رو باز میکنم خب ویدیوی من اینجا اومده واترفال دو اینجا ذخیره شده روش دبل کلیک میکنم میبینید که به چه نحوی در اومد فایل ویدیو این افکت خیلی جذاب و جالبی هست حتما خودتون تست کنین و از این قابلیت فتوشاپ کمک بگیرین اگر فکر میکنین ویدیوهای ما برای شما مفیده و به شما کمک میکنه در فرایند آموزشی فتوشاپ حتما کانال ما رو دنبال کنید و ما رو سابسکرایب کنید وقتتون بخیر خدا نگهدار